سلام بچه ها، خوبین؟ محمد داود هستم و توی این ویدیو کوتاه میخوام بهتون یک ترفند رو یاد بدم که با استفاده از اون میتونیم اسم چندین آبجکت رو ویرایش کنیم. به عنوان نمونه این صندلی رو نگاه کنید، تشکیل شده از چند تا آبجکت مختلف. همینجوری که میبینید داخلی کالکشن گذاشتم به اسم لو. این لو پلی منه. حالا فرض کنید من میخوام واسش های پلی هم درست کنم. همینجوری که میدونید ما توی بیکینگ آپشنی داریم که توی سابستنس پینتر یا حالا هر نرم افزار بیکری که استفاده میکنید میتونیم آبجکت ها رو منحصر کنیم به اسامیشون، یعنی با ایمش نیم کار رو انجام بدیم که هر آبجکت فقط آبجکت مرتبط به خودش رو جزئیاتش رو برداشت کنه. اگر دقت کنیم میگه اینجا من هر آبجکت رو اسمش رو انتخاب کردم و در آخرش _LP رو گذاشتم که همون لو پلی هستش. حالا واسه های پلی من چیکار میکنم؟ همه این آبجکت ها رو انتخاب میکنم از تو آوتلاینر، شیفت دی میزنم، راست کلیک، ام و تو یک نیو کالکشن به اسم مثلا های سیو میکنم. حالا من این لوم رو مخفی میکنم. الان فقط آبجکت های کالکشن هایم رو میبینم. همه آبجکت ها رو سلکت میکنم. همینجور که میبینید چون اینا رو من کپی گرفتم توی ورژن اوریجینال مثلا توی این آبجکت بوده b1_lp، توی کپی شده b1_lp .201. همه اینا رو وقتی سلکت دارم Ctrl F2 رو میزنم. همینجور که میبینید این پنجره بچ رینیم واسه من باز میشه. بچ رینیم یعنی تغییر اسم دادن دسته ای. همینجور که اینجا الان روی فایند ریپلیسه و از اینجا هم روی آبجکتس. من میتونم بگم از اینجا یعنی فایند پیدا کن LP.201 رو و به جاش جایگزین کن HP و اوکی رو میزنم. همینجور که میبینید همه ی آبجکت هایی که من سلکت داشتم تبدیل شدن به _HP. اگر Ctrl+Z بزنم میبینید که اینا LP.201 جایگزین شد با HP. این ترفند خیلی به درد بخوره، خیلی جا میتونه استفاده بشه وقتی که آبجکت های زیادی داریم و میخوایم اسامیشون رو ویرایش کنیم اما میخوایم کمترین زمان ممکن رو صرف کنیم. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لطفاً لایکش کنید. اگر هنوز تو کانال من سابسکرایب نکردید همین الان میتونید اون دکمه قرمز رنگ بزنید و سابسکرایب کنید. بقیه ویدیو هم برید نگاه کنید. مرسی. فعلاً.